سلام بچه، امیدوارم حال همهتون خوب باشه. خوش اومدید به ویدیو آموزش گرامر حالت شرطی و آرزویی در زبان ترکی استانبولی. خب در این ویدیو ما میخوایم یکی از مباحث بسیار مهم، بسیار مکالمه‌ای رو در زبان ترکی استانبولی یاد بگیریم. قبل اینکه وارد خود درس بشیم، یک مقدمه کوچیکی رو میخوام براتون بگم. ببینید، اینکه میگیم حالت آرزویی و در واقع شرطی، این دوتا مقوله جدا از هم هستن که ما اول حالت آرزویی میخونیم بعد حالت شرطی رو تو این ویدیو میخونیم. حالا چی هستن؟ ببینید، مثلا تو فارسی نشونه اینا عبارت ای کاش هستش. مثلا شما میگین که ای کاش پرواز بکنم، ای کاش مثلا ثروتمند باشم، ای کاش مثلا اون ماشین رو بخرم. حالا یه چیزی رو شما اینا رو کی استفاده میکنید؟ همچین جملاتی رو زمانی استفاده میکنید که در عمل تحقق اونا یا در واقع غیر ممکنه یا خیلی سخته، که شما دارید اینا رو در قالب یه سری جملات آرزویی میگید. یعنی آرزو دارید که این اتفاق بیفته. مثلا ای کاش پولدار شم. شما مثلا پولدار نیستید و پولدار شدنتون در نظر خودتون غیر ممکنه یا بسیار سخته و اینو دارید مثال میزنید. ای کاش پرواز بکنم، خب عملا غیر ممکن هستش، مگر اینکه خب هواپیما اینا سوار بشید. پس زمانی از این استفاده میکنیم که تحقق اون عمل برای ما یا غیر ممکنه یا بسیار سخت هستش. این از حالت دیلکش، حالت آرزویش. حالت شرطی رو بعد میگم خدمتتون تو همین ویدیو. اما تو فارسی نشونش چیه؟ تو فارسی گفتم یه ای کاش میاریم، بعد اینکه ای کاش رو آوردیم به فعلمون به و بو اضافه میکنیم. مثلا ای کاش این ماشین رو بخرم، یعنی به فعل خریدن یه به اومد اضافه شد. ای کاش پرواز بکنم، اونجا بو اضافه شد. ای کاش مثلا به ترکیه برم، ای کاش ثروتمند بشم. ببینید روی فعل هامون به اول فعل هامون به و بو میاد. ما با اینا کار نداریم، میریم سراغ درسمون. ما با این درسمون کار داریم. خب توی فارسی ترکی همانند فارسی نشونه این علامت چه نوشتم؟ کشک هستش. کشک یعنی آخرش ا هست. کشک هستش. کشکی، کاشکی، اونا به درد امردس هم نمیخوره. کشک هستش و ادامه جمله که میگم چیکار کنیم. خب اگر شما میخوای حالت در واقع آرزویی بگی در زبان ترکی، مهمترین قسمت بعد از اینکه کشکی رو گفتی فعله. شما به ریشه فعل، فرض میکنیم این نقطه چین، این جای خالی در واقع فعلتون هستش، ریشه فعلتون هست. به ریشه فعلتون میارید سه یا سا اضافه میکنید. این سه و سا از کجا میاد؟ این سه و سا همون نشونه در واقع حالت آرزویی هستش. یعنی نشونه حالت آرزویی سه و سا هستش. ببینید هر گرامری که شما در زبان ترک استانبولی چه یاد گرفتید چه یاد خواهید گرفت، یه سری نشونه هایی داره که نشونه حالت دیلک یا حالت آرزویی هم در واقع سه و سا هستش که به ریشه فعل اضافه میکنیم. این نکته رو داشته باشید. آیا کارمون تموم شد؟ خیر، کارمون تموم نشده. به سه و سا ما میاییم بعدش پسوند صرفی اضافه میکنیم. این پسوند جای پسوند صرفی هستش.
یعنی چی پسوند صرفی؟ یعنی اینکه آقا بذار من اینو هم نشی کنم، یعنی اینکه اگر میخوای اون حالت آرزویی تو برای ضمیر بن بگی، بعد اینکه سئوسا رو به ریشه فعل اضافه کردی، به آخر سئوسا حرف م بذاری میشه برای بن، یعنی اون جمله آرزویی برای بنه. میگی نه، حالا مثال بزنم واسه این بن، بقیهش رو هم میگم چیکار کنیم. مثلا میگی که ای کاش ثروتمند بشوم. ما میدونیم که فعل زنگین اولماک میشه ثروتمند شدن. خب حالا میخوای بگی ای کاش ثروتمند بشم، عین این جمله رو به ترکی میگیم ای کاش کشکه ثروتمند زنگین. خب شما هم با من بگین ثروتمند بشم. خب اول ماک در واقع گفتیم که ماکش میره، اول میمونه، سئوسا اضافه میکنیم میشه زنگین اول سا. خب گفتیم می اضافه کنم میشه برای من، میشه کشک زنگین اوسام. حالا اینم بیاد بالا، پس کشک زنگین اوسام میشه ای کاش ثروتمند بشم. یا میخوایم بگیم که ای کاش این ماشین رو بخرم، ای کاش این ماشین رو بخرم. خب کشک، ببین قدم به قدم، این ماشین را گو آرابایه. دوستانی که نمیدونن گو چیه، آرابایه این یه چیه، این ای چیه، دوستان این سطح رو نبینن و این ویدیو رو نبینن. این دوستان سطحشون آیکه. این دوستانی که این ویدیو رو میبینن حداقل سطحشون به یکه، حداقل. یعنی برگردن گرامرهایی که تو کانال هست برای سطح آیک اونا رو شروع کنن ببینن، یا آموزش های استانبول و هیتیت که رایگان تو کانال هست رو ببینن، وگرنه دیگه تو این سطح باید بدونید بو چیه، آرابا چیه، این چیه، دیگه من توضیح نمیدم. به هر حال برگردیم درسمون. ای کاش این ماشین رو بخرم، کشک بو آرابایه. آل از آلماک میاد، خریدن، گفتیم آل یه سا میگیره چون آداره سا میشه، بعد خود برای خودتون میگید دیگه، میذاریم کشک بو آرابایه آلسام، ای کاش این ماشین رو بخرم. حالا یه سوال، آیا میتونم بگم ای کاش این ماشین رو بتونم بخرم؟ چرا نمیتونید بگید؟ شما در آخر سطح A2 فعل توانستن رو خوندید دیگه، ابیل آبیل. شما حالا اگر میخواید توانستنم با این شرط چیز آرزویی ها بگین، کافیه که به ریشه فعلتون که آل باشه اول بیارید یه ابیل آبیل اضافه کنید، بعدش سئوسا اضافه کنید، بعد شرطی. حالا باز اجازه بدید یه کاری دیگه کنیم، اینو نگه داریم سر جاش. یه جمله هم با بتونم بخرم مثال بزنم، کشک بو آرابایه. خب گفتیم آل میشه نشونه در واقع فعل توانستن که میشه ابیل، اینجا میشه آبیل دیگه، به خاطر آن میشه آبیل. بعدش هم که وقت نوبت اضافه کردن سئوسا هست، چون آخرین حرف صدا داره ابیل آبیل ای هست، من از سه استفاده میکنم میشه ابیل سه، بعدش هم دوباره م اضافه میکنم، پس میشه کشک بو آرابایه آلا بیلسم، ای کاش این ماشین رو بتونم بخرم. فرق نمی کنه، این با توانستنه، اون بدون توانستنه. کشک بو آرابایه آلسم یا کشک بو آرابایه آلا بیلسم. خب بقیه در واقع ضمایر هم اینطوری هستش. ما یاد گرفتیم که برای ضمیر بن ما، بذار اینو سبز کنم دیگه سیدش کنیم، واسه بر ما م اضافه میکنیم، واسه سر ن اضافه میکنیم، واسه ضمیر او به آخر فعل هیچی اضافه نمیکنیم، برای ضمیر بیز که اضافه میکنیم، برای ضمیر سیز نیز یا نز اضافه میکنیم، و برای ضمیر اونلار در واقع لر یا لار اضافه میکنیم.
به همین شکل و سیاقی که شما میبینید. حالا مثلا من یه مثالم واسه هر کدوم اینا بزنم، بعد بریم بگم چیکار کنیم. دوستان یه نکته هم بگم، ببین این سه اوسا که ما اضافه کردیم حالت آرزویی مثبته. آیا منفی هم میتونیم بگیم؟ چرا نمیتونی بگی مثل ماسا؟ خب مثل ماسا هم اضافه کنیم به ریشه فعل میشه در واقع حالت آرزویی منفی. خب حالا اینا رو چند تا مثال واسه هم آرزوی منفی بگم. مثلا میگم که ای کاش سیگار نکشی، آرزو دیگه ای کاش کشکه. خب ما میدونیم فعل سیگار کشیدن میشه سیگارا ایچ مک، سیگارا ایچ، ما با مکش کار نداریم، سیگارا ایچو نیاز داریم. خب میخوایم منفی بگیم مثل اضافه میکنیم با توجه به این مثل ماسای بالا. بعد برای کی میخوایم بگیم؟ برای تو دیگه، ای کاش تو سیگار نکشی. برای تو هم، ای بابا من چرا نیرو پاک کردم، میگیم کشکی سیگارا ایچ مسن، ای کاش سیگار نکشی. اینم از این. یا مثلا میخوایم بگیم که ای کاش زود بیاد، یعنی اون ای کاش زود بیاد، میگیم کشکه حالا زودتر بیاد، ده ها ارکن جلسه، ای کاش زودتر بیاد. یا مثلا میگیم که ای کاش دیر نکنیم، آرزو دیگه کشکه گجیک مک میشه دیر کردن، گجیک مسه اضافه میکنیم بعد که میذاریم کشکه گجیک مسک. یا مثلا ای کاش دروغ نگید، دارن دروغ میگن، اینا هم طرف مقابل هم میگه ای کاش دروغ نگید، کشکه یالان سویلمک رو میدونید میشه دروغ گفتن، مسه اضافه میکنیم بعد نیز میاریم، کشکه یالان سویلس مسه نیز، سویله م س نیز. من هایلایت اینا رو هم بردارم. و آخرین میگیم که ای کاش بچه ها مثلا شیطونی نکنن، ما میدونیم یارامازدک یاپمار کنی شیطونی کردن، کشکه چوچوکلار یارامازدک یاپ masalar. Çi şod? Hiç. Keşke çocuklar yaramazlık yapmasalar. Ey kaş bacha ha şeytuni nakonan. İnem dar voqe şod gramer halate arzuyi khidmate şoma. Halat arzuyi bacha ina bud. Musbetesho goftim, manfisho goftim. Va این حالت آرزویی. اما یه دونه هم گفتیم که حالت شرطی هم داریم دیگه. من میخوام اینجا یه کوچولو باهاتون حرف بزنم چون یه توضیح داره. با آرزویی کار نداریم ما. دیلکو گذاشتیم کنار. الان راجع به شرط که همون شرط باشه تو فارسی میخوایم حرف بزنیم. حالت شرط چیه؟ ببین دقیقاً همون سه اوسا مثل ماسا که به ریشه فعل اضافه می کردیم، بعد پسوند هایی که یعنی این سبزا رو که اضافه می کردیم، دقیقا توی حالت شارت هم هستش. پس آقا از کجا ما تشخیص بدیم که این شارت یا شرطی جمله یا آرزویی؟ نکته اول، جملات شرطی همیشه ایر دارن، یعنی جملات آرزویی که کشک داشتن اینا رو با ایر شروع میکنیم. اما نکته مهم اینجاست که میخوام بگم، قشنگ گوشاتون رو باز کنید بشنوید چی میگم. این شرطی که ما اینجا میخوایم یاد بگیریم شرطی فرضیه. یعنی چی؟ یعنی شرطی واقعی نیست. باز یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که تو یک جمله با ایر شروع میشه و سه اوسا اینا داره آخرشو میگی، اون شرط واقعی نیست، شرط فرضیه، یعنی تو ذهنته. مثلا میگی که اگر
هر روز ورزش کنم مثلا لاغر میشم. اگر هر روز ورزش کنم لاغر میشم. آیا تو در عمل هر روز ورزش میکنی؟ نه. تو فقط داری تو ذهنت داری سبک سنگین میکنی، دو دو تا چهارتا میکنی. اگه ورزش کنم لاغر میشم. اگه پولامو پس انداز کنم ماشین میتونم بخرم الکی دیگه. یا مثلا اگه راست بگم، مثلا اگه راستشو بگم این اتفاق میفته، اگه دروغ بگم اون اتفاق میفته. ببین تو ذهنته، یعنی تو ذهنت یه میگی if، یه شرط تعریف میکنی بعد نتیجه تعریف میکنی واسش، حتما اون نتیجه هستا. یا مثلا اگه بارون بیاد مثلا بیرون نمیریم یا بیرون نخواهیم رفت. اگر خونه بمونیم مثلا فوتبال میبینیم. در عمل شما در خونه نمیمونید، شایدم بمونید ها، یعنی نه مشخص نیست که میمونید یا نمیمونید. در عمل مشخص نیست که در عمل بارون میاد یا نمیاد، صرفا این تو ذهنتونه، میگید اگر اون اتفاق بیفته این مثلا اتفاق میفته این میشه. همچین چیزهایی رو در زبان ترکی استانبولی با این حالت میگن، یعنی ایه رو میگن، فعل رو میگن، آخرش سه استان میذارن، اگرم میخوای منفی بگی مثل ماسا بذار، بعدش هم شروع به صرف کردنش کن با اون سبزا. تموم شده رم. چند تا مثال واسهتون بگم. ببینید میگم که ایر همون بارون بیاد، یامور، یاما که دیگه، یامور یاما میشه یا، ما کش میره میشه یا. حالا یه سوال، یامور کدوم زمیره؟ بنه، سنه، اوه، بیزه، سیزه، اوه دیگه، یامور زمیره اوه، سه شخص مفرده. پس بعد اینکه من سه اوساش اضافه کردم دیگه هیچی بهش اضافه نمی کنم، چون زمیره او رو گفتیم که هیچی نداره. پس میشه ایر یامور یاسا، اگر بارون بیاد، اوده در خانه، حالا جز، در خانه خواهیم ماند. دقت کنید، یه جمله، دو جمله. اگر بارون بیاد در خانه خواهیم ماند. ولی تو شرطی ها اینطوریه، حالت های شرطی فرضی. ولی اینا اینطوری نیست. این فقط یه جمله میگه. کشکی دها ارکن گلسه. دیگه نقطه سر خط تموم شد. کشکه ها اینطوری هست. یه جمله. ولی در واقع ایرها انگار یه جمله علت معلوله. میگه که مثلا این اتفاق میفته، اون اتفاق هم میفته. این اتفاق نیفته، اون اتفاق میفته یا نمیفته. حالا هرچی. حالا یه دونه هم منفی واسه تون مثال بزنم. همین یامور رو بزنیم. ایر یامور یاماسا، اگر بارون نباره مثلا دشره چیکاجاز، بیرون خواهیم رفت. پس اگر بارون بمونه در خونه خواهیم مون، اگر بارون نباره بیرون خواهیم. به همین شکل و سیاق ما میتونیم هم شرطی فرضی بگیم با این گرامر که خوندیم، هم میتونیم حالت دیلک یا حالت آرزویی بگیم. این شد گرامر این جلسه‌مون. یه قلب قرمز، حد گلبهی هستش، قلب گلبهی اگه پیدا کردید یک قلب گلبهی واسه همون بذارید، نه پیدا نکردید یا سفید یا قرمز بذارید، یا به شکل ایران بذارید سبز سفید قرمز، خلاصی که یه قلب بذارید. حتما این ویدیو رو لایک کنید و به دوستاتونم معرفی کنید. این گرامر خیلی مهم و کاربردی هستش. سه تا هم جمله قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتم، اونا رو هم جواب بدید. تا جلسه آینده، تا ویدیوی بعدی، مراقب خودتون باشید. کندزی باکن، گوش میکنم.